درود بر همیهنان و همراهان همیشگی کانال کیوسک با دو خبر العاده مهم در خدمت شما هستیم آبروریزی حکومتی بازداشت گروه خودسر وابسته به سپاه توسط قاضی عادل وحشت حکومت از نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات محصا همینی مردم آماده قیام در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم آبروریزی حکومتی بازداشت گروه خودسر وابسته به سپاه توسط قاضی عادل 24 ساعت بعد از انتشار ویدیویی مرسوم به اندرزگو ممران تلاتی سپاه و گروه همراه آنها به دستور دادستان بازداشت شدند <applause> اگر نمیتونید که رعایت هجاب یه الزام قانونی و شریعیه و یا شما مسلمان نیستید مسلمانها در ما به هجابشون نه

موهدتون مردم زحمه شما مرتکب خرافتوانی ندارید بشین و اما بیرون میدستن مقدر شدید؟ هیچ مقاومتی نه از طرف شما نه از طرف کسی دیگه اینکار نفت

مردم و تعدادی از منصوبین حکومتی واکنش بسیار تندی نسبت به این وحشیگری حکومتی داشتند برخی از فعالین سیاسی و مدنی رفتار مأمور قانون را تهدید آمیز و خلاف قانون دانستند حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی در توییتر با اشاره به اینکه مأمور قانون در این ویدیو صدایش را همچون یک مجرم تغییر داده نوشته که این فرد از کرده خود خجل است و نگران این زندانی سیاسی سابق با بیان اینکه این مسئله برای نظام حقوقی جمهوری اسلامی عاقبت خوبی ندارد تاکید کرده در این ویدیو کسی که مجرم معرفی می شود زشتی در کار خود نمی بیند و ابایی از انتشار تصویرش ندارد در ویدیویی که روز جمعه 23 بوم تیر ماه در شبکه های اجتماعی منتشر شده مردی که خود را مأمور قانون معرفی می کند از پشت دوربین به زنانی که اجاب اجباری را رعایت نمی کنند با ارعاب و تهدید می گوید که هجاب خود را رعایت کنند. در این ویدیو با افکت های تصویری سعی شده نشان داده شود که چهره زنانی که از آنها فیلم برداری می شود توسط هوش مصنوعی شناسایی شده و آنها به مراجع غذایی معرفی می شود. مردی که صدای او بر روی تصویر است در بخشی از ویدیو به یکی از زنانی که هجاب اجباری را رعایت نمی کند می گوید، اگر معتقد به آزادی هستی من دست تمام سارقین و متجاوزین را باز می‌گذارم تا حسابت را کف دستت بگذارند. شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری که وکالت زنانی را به عهده داشته که از تجاوز و تعرض جنسی آزار دیدهاند با اشاره به این صحبت ها نوشته است که میتواند چندین پرونده و کیس تجاوز را مثال بزند که به علت ایراد در قانونگذاری و عدم حمایت و آموزش نهادهای مسئول هیچ وقت اثبات نشده و متجاوزین کاملا آزادانه زندگی می کنند. مصطفی فقیهی روزنامه‌نگار نیز با اشاره به ایجاد رعب و وحشت لحن زننده و وقاحت سازندگان این ویدیو در توییتر نوشته که این افراد گویی حق تجاوز به زنان بیهجاب را به رسمیت میشناسند. او خطاب به فردی که خود را مأمور قانون معرفی میکند گفته که چرا چهرت را پنهان و حتی صدایت افکت دارد؟ نگران عواقب اقدام غیرقانونی و خودسرانه ات هستی؟ سایت حکومتی خبر آنلاین نیز با انتقاد شدید از پخش این ویدیو نوشت ویدیویی به نام بولوار اندرزگو منتشر می شود که سعی دارد القا کند نیروهای یک ضابط قضایی ناشناس در کشور به بیهجاب ها تذکر می دند. نوع ویدیو از ترکیب تصویر، موسیقی و افسوده های گرافیکی چون شناسایی افراد به کمک هوش مصنوعی و البته اعلام معرفی افراد به مراجع قضایی قصد دارد فضایی از ارعاب را برای مخاطب ایجاد کند. تلختر اما اصرار سازندگان ویدیو بر دستگاری صدای گوینده روی تصاویر است اینکه آیا استفاده از تصاویر بسته از صورت این افراد از نظر قانونی درست است یا که خیر هم به کنار آنچه دردناک است اما دیالوگی ترخ میان این مدعی عنوان ضابت است با یکی از این دختران جوان قانون قانون است اگر معتقد به آزادی هستی من دست همه سارقین و متجاوزین را باز میگذارم تا حسابت را کف دستت بگذارند همین یک جمله قطعا کافی است تا قوه قضاییه و نیروی انتظامی بخواهند علیه سازندگان این کلیپ هر کسی که باشند به دلیل تخریب چهره پلیس و دیگر ضابطین قضایی اعلام جرم کنند این که به چه حقی تهدید می کنند رسالت نیروهای انتظامی تأمین امنیت جامعه است حتی برای بیهجابها ها تهدید به استفاده ابزاری از قدرت سارقین و متجاوزین چه آوردهی برای کشور در این فضای دو قطبی دارد بیشک سردار رادان اگر اعتقاد به گفته های اخیرش درباره برخورد با پلیس نماها دارد از سازندگان همین کلیپ آغاز کند نگذارد شهری پلیس و دیگر ضابطان قضایی تخریب شود هر لحظه درنگ در برخورد با چنین افرادی لطمه نابخشودنی به افکار عمومی است آقای رادان زمان طلایی برخورد با این ضابط نماها را از دست ندهید تا کنترل میدان در اختیار دو قطبی سازان نیفتد روزنامه حکومتی همدلی نیز با هشدار به رژیم در این باره نوشت دو سه روزی می شود که ویدیوهایی از برخوردهای خشن در موضوع حجاب وایرال شده که دل خیلی ها را نگران کرده نگران از این جهت که شاید این برخوردها زمین ساز اتفاقات سال گذشته باشد در چند روز اخیر ویدیوهایی از برخورد خشن با زنان و دختران کشور منتشر شده است که شاعبه برگشت گشت ارشاد را به خیابانها پررنگ کرده است در این ویدیوها مامور پلیس یا تذکر دهنده حجاب با لحنی خشن و تند زنان را تهدید می کنند که اگر هجابشان را رعایت نکنند آنان را با ون جمع وری می کنند یا دوستها و خلافکاران را آزاد می گذارند تا به جانشان بیافتند این فیلم در حالی منتشر شده که حتی مشخص نیست چه کسانی اقدام به فیلم برداری کردند چرا صدای آنها تغییر کرده است آیا اعمال قانون با عمل کرده قانونی به این شیوه که فرد بگوید اگر هجاب را رعایت نکنید ما هم سارقان را آزاد می کنیم مناسب است؟ روزنامه فرهیختگان نیز نوشته به تابستان 1401 برگردیم. سال قبل شاید همین روزها بود که ویدیویی در فضای مجازی به شکل گسترده توضیح شد. خانمی به ون گشت ارشاد التماس می کرد فرزندش را نبرند چون بیماری دارد. چند روز بعد تلویزیون به ماجرای سپیده رشنو پرداخت و بعد هم ماجرای شهریور نمیخواهم پیشگویی کنم تحلیل امنیتی هم ندارم اما حافظه تاریخی چرا میگویند برای روشن کردن آتش سه پارامتر لازم است مواد قابل اشتعال هوا و البته جرقه بیایید وقایع 1401 را در یک خط مرور کنیم انباشت نارضایتی اقتصادی فرهنگی سیاسی و هویتی به مسابه مواد قابل اشتعال طراحی پیچیده به مسابقه دمنده به شعله و ای که همه چیز را مشتعل کرد در مورد دو مؤلفه اول فعلا حرفی ندارم ولی این آخری که دست خودمان است وقتی مرغ یک پا داشته باشد انفعال آن است که نخواهیم نتایج اقداماتمان مورد مطالعه قرار گیرد و بدون شواهد متقن سیاست گذاری کنیم انفعال آن است که حتی به دلسوزان انقلاب و کسانی که موافق حجاب هستند هم پاسخ ندهیم که این مسیر تا کنون چه ثمراتی برای ما داشته است روز به روز به حجم شبهات اضافه کنیم تا حتی عبه شک کنند که نکند واقعا در هسته های تصمیم گیری در حوزه اجتماعی نفوذی صورت گرفته باشد وحشت حکومت از نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات محسا. مردم آماده قیام در هفته های باقی مانده به نخستین سالگرد اعتراضات جنبش ملی در ایران فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان سیاسی مدنی و شهروندان معترض به شدت افزایش پیدا کرده است در مواردی احزارها و بازداشتهای گروهی در جریان است و جو شهرهایی چون زاهدان به شدت امنیتی شده است با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات جنبش ملی در ایران که در پی قتل حکومتی محسا امینی به دست مأموران گشت ارشاد و از شامگاه 25 شهریور 1401 در مقابل بیمارستان کسرای تهران آغاز شد و تا ماها ادامه داشت نهادهای امنیتی، قضایی و انتظامی در ایران فعال شده اند تا از بروز هرگونه تجمع و اعتراضی به مناسبت سالگرد جنبش جلوگیری کنند. در روزهای گذشته شماری از فعالان مدنی، خانواده های دادخواه و دیگر شهروندان در شهرهای مختلف بازداشت و احضار شدند. در شهرهای چون زاهدان، جبه سنگین امنیتی حاکم است و تهدید تلفنی برای عدم فعالیت دانشجویان، فعالان سیاسی و مدنی و معترضانی که سال گذشته در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، ادامه دارد. امنیتی شدن شهر زاهدان پس از اعلام خبر خنسا شدن طرح ترور بیولوژیک مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت این شهر در 29 خرداد افسایش یافته و با حمله به کلانتری 16 زاهدان در روز شنبه 17 همه تیر تشدید شده و دهها شهروند بازداشت شدهاند. شیراحمد شیرانی سردبیر وبسایت خبری حالوش درباره جو امنیتی و پلیسی زاهدان گفته که نیروهای امنیتی بازداشت نزدیکان امام جمعه اهل سنت زاهدان و کارکنان مسجد مکی را تشدید کردند تا بتوانند هم اعتراضات زاهدان را خاموش کنند و هم ایشان را از ادامه خطبه های انتقادی علیه حاکمیت باز دارند فشار بر خانواده های دادخواه که عزیزانشان توسط جمهوری اسلامی کشته شدند نیز ادامه دارد در روزهای گذشته هاشم ساعدی پدر دادخواه سارینا ساعدی از جانباختگان جنبش ملی توسط شعبه 101 دادگاه کیفری دوی بوکان به شش ماه و نیم حبس و چهل ضرب شلاق محکوم شد همچنین دادگاهی در شهر بوکان در حکم دیگر حسن امینی برادر محمد امینی معترض کشته شده به دست نیروهای امنیتی را نیز به شش ماه نیم حبس و تحمل چهل ضرب شلاق محکوم کرد همراهان عزیز و گرامی به پایان این برنامه از کیوسک رسیدیم شما میتونید دیدگاه خودتون رو در ارتباط با این اخبار از بخش کامنت های این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید پاینده ایران